نداده. تله کار خودشو کرد. آره پسرش برگشت خونه. میفرمایین چیکار کنم؟ میمونم. چجوری حالیت کنم بابا؟ همه چی به هم ریخته. نادر اصلا باورش نمیشه زهرا جرأت بکنه اون همه مواد برداره. فکر میکنه همه این قضایا نقشه من بوده. چه نقشه بابا؟ میگه مثلا من نقشه کشیدم به کمک شماها اون مواد رو صاحب بشه. بدجوری گیر افتادم بابا. بدجوری. حالا دنبال چی میگردی؟ من؟ هیچی. یه چیز گم کرده بودم. داشتم دنبالش میگشتم. ولش کن بابا. زهرا کجاست؟ شیرینو چی کار کردی؟ اون ساک چی شد؟ نمیدونم. یعنی چی؟ مگه تو همراهشون نبودی؟ بچه جون نمیفهمی چه کار خطرناکی دارید میکنی؟ حالا من به جهنم؟ هر بلایی میخوان سر من بیارن. من دل واپس شماهام. نمیتونی بفهمی اینا چه جونه برایم. واسه کمتر از اینم دست به هزار تا کار میزنم. میترسم بلایی سرتون بیارم. بابا جون تو رو خدا لااقل تو یکی بفهم. غلط کردم بلا نسبت. مگه شهر هرته؟ را بیفت بریم. را بیفت تا نیومدن بریم. کجا؟ میریم پیش زهرا و شیرین. من باید اون ساکو به نادر پس بدم. اینجوری شاید از شرش راحت شیم. اما من... ببین رضا بچه نشو. من تا حالا دست رود بلند نکردم. اما اگه بخوای حرف رو حرفم بزنی اون وقت خودت میدونی. ها را بیفت بریم. را بیا. ساکو برات میارم. چطوری؟ تو که این روباه داشتی در میرفتی. نخیر کار خودم رو باز خودم انجام بدم. اینطوری خیلی بهتره. خب کجاست؟ گفتم زهرا کجاست؟ دفعه آخرت باشه اسم خواهر منو میاری. بوته خورس رو ببینم. ولش کن. گفتم ولش کن. بگو ولش کنه. ولش کن. نادر اگر تو بری سراغ زهرا اون میترسه. میترسم بلایی سرش بیاد. من بهت قول میدم خودم ساکو برات میارم. تو اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی ناصر. اصلا. خیلی خوب حالا هر دوتون با من میایین. هم تو هم پسرت. کجا؟ یه جای خوب
یه جای مطمئن، یه جایی که بی مزاحم دو کلوم حرف مردونه با هم بزنیم. همین. خیلی خوب، من باهات میام. برای من تعیین تکلیف نکن، گفتم هر دوتون به جمعه. بفرمایید. بریم بابا. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. آقا داداش بامزتون تشریف نیاوردن؟ میاد، من خودمم دلواپسش هستم. بی خود منتظر نباش، اومدنی نیست. من حالیم دختر جون. شما برای چی همچی حرفی میزنید؟ خب یه عمر کارم اینه، هزار جور آدم میبینم، همم همین کلکو میزنم. من که از اولش میدونستم یه ریگی به کفشتونه، اما دلم به حال اون بچه سوخت. بر چی این حرفو میزنید آقا؟ شما نگران چی هستی؟ کرایه‌ام دختر جون. البته نگرانی هم نداره، اگه امشب اومد شناسنامه و پول آورد که نمیاره هیچ، وگرنه فردا صبح کله سهر مأمور میارم بفهمه کی هستی و اینجا چی کار میکنی. رضا کجایی تو آخه؟ بشین! بشین! بزنم تو دهنتا! بابا دیگه مثل قدیما جونی نداره پسر، یعنی اگه جونی هم داشته باشه دیگه دووم نمیاره، خیلی زپرتی شده. نذاریدش، این مریضه. نامردا مؤدب باش پسر، هر حرف نامربوطی که بزنی تلافیش سر بابا در میاره، فهمیدی؟ جز حرفی که من ازت میخوام. رضا بابا چیزی نگو، حرفی نزن، اگه اینا دستشون به زهرا برسه. ساکت. به حرفش گوش نکن بذار جون، اینجا هیچ کس صدای شما رو نمیشنوه. زیاد لفتش بدی دیگه چیزی به اسم بابا برات نمیمونه. جای خواهرتو بگو هر دوتون خلاص، مگه کاریش نداره؟ اون ساک محتویاتش رو تحویل من بده، بعد هر جهنم در ری که خواست بره بره به جهنم. چی؟ نه بابا نشنیدم، چی میخواستی بگی؟ میبینی بهرام، خودشم خواستم، دیگه کاری از اصلا من ساخته نیست. خلاصش کن، خلاصش کن. خب بگو، بگو بذار جم خوهرت کجاست؟
قیافتون نمیاد. خیلی خوب آقا، فرمایش شما رو. اما آدم کو؟ اونم من. اصلا به تیپ من میاد آدم خوش بشه. آقا جون، آب جیمه. با آقا هم سر خواستگارش دعوا شد. از خونه زد بیرون. آقا من گفته هر جایی هست پیداش کن. بدون آبروزی برش گردون خونه. شیرین جان، پاشو من زیلم مختصا به بابا بری خوبم میام. بابا هر که هستی باش. آخه نصف شب کجا میخوای بری؟ اگر با کسی کار داری باشه فردا. بابا همه خوابیدن، در اتاقاشون هم بستن. این هر در بسته با میکنه بارو بابا، ما اهل این بازی ها نیستیم. یه بگی نوکرت نمیشه جان من، همه رو بشون خوبه. نمیشه چی آقا جون؟ میشه، خوبم میشه. یه بگی بگی دیگه نوکرت هم بی سر و صدا ها مسافرها هم میخوابم بیدار. شیرین جان، تو رو خدا پاشو. من نمیام. پس رضا کو؟ نمیدونم عزیزم. الهی قربونت برم، پاشو. من سردم، خوابم میاد. پاشو عزیزم، تو رو خدا پاشو. بیا. تاکسی. آقا تو
چی میخوانم؟ تو رو خدا ما رو از اینجا ببر. بفرمایید بریم. بفرمایید سوارش. بابا چرا جوابمو نمیدی بابا؟ آه چی؟ حالت خوبه بابا؟ آره خوبم بابا. آروم باش. آخه چطوری؟ اون نهرگل رفته دنبال زهرا. بهرام میگم. هنوز برنگشته. نمیدونم. یعنی تو الان صدای نشنیدم. یعنی چه بلایی سرش آورده؟ زهرا تو الان کجایی؟ نایت خانم میدونم دیر وقته ولی زهرا آره مادر سلام زهرا جان مادر الان دیر وقته بچه سرما میخوره بیاین تو بیاین تو بودو بیا تو بیا خیلی ممنونم چی شد میگم این دختر آن خونوادش ریگی تو کفششونه ها با مریم هی برید تو شکمم صدا تو میشنوه بده لا اله الا الله خب بشنوه مگه دعوتش کردیم این وقت شب هیچ از خودتون پرسیدید این وقت شب این تورکی چرا آواره این ورم ورن چند دفعه بهت بگم این دخترک با خواهرش از مسافرت اومدن رفتن در خونه شون دیدن کسی نیست پناه آوردن به خونه ما نمیتونه آدم یه همچی دختر جوونی رو با اون بچه رو وسط کوچه بذاره بمونه که اگه خواهر خودت بود به غیرتت بر نمیخورد ساده ای مادر به خدا ساده ای اون گفت و شما باورتون شد اگه من میرفتم در وامی کردم نمیذاشتم بیا تو نمیذاشتم پاشه بذاره تو قلبت رو خود صاف کن موسا آسمون که به زمین نیومده بالاخره من میفهمم اینجا چه خبره بالاخره میفهم شاید همه این فکر و خیاله اگر بلای سر رضا آورده باشن چی؟ تو از کجا میدونی؟ میدونم تو که از همه چی خبر نداری میدونستم یک کاسه زیر نیم کاسه از تو به هم نمیگی خب حقم داری دیگه به منم اعتماد نداری مریم تو رو خدا اینطوری حرف نزن من نمیگم به چون نمیتونم میفهمی؟ خیلی خوب ولی دیگه از من انتظار نداشته باش که باور کنم همه این آوارگی ها به خاطر یه شوهر نکردن ناقابله گر رضا گیر نیفتاده بود حتما تا حالا خودش یه جوری بهمون میرسوند زهرا دیگه پاک داری دیوونم میکنی داخل من دوستتم نگرانتم اصلا میدونی چیه؟ یا به هم میگی چی شده؟ یا اینکه من... یا چی؟ بعد از اینجام بریم؟ معلومه که منظورم این نبود من تا ندونم چه خبره که نمیتونم بهت کمک کنم باشه، هر تو راحتی من فقط میخواستم بهت کمک کنم Thank you.
باشه بهت میگم. خوب، ولی بعد قول بدی به هیچ کس نگی. باشه، بگو ببینم. یعنی گرفته بودمش، نمیدونم کجا یه دفعه خیلی شده. خب ساکت بیورزه. آقا نادر، بدون قول میدم تا 2 ساعت دیگه هر جایی که باشه کتبسته میگیرم تحویلتون میدم. همینجا میت مرگ مراقبشو هستی. حیف نون. کار میکنی؟ میخوام دست تو باز کنم. زود باش، زود باش. بازش کن. چیه؟ انگار پدر و پسر دلتون واسه هم دیگه خیلی تنگ شده ها؟ چیکار میکنی تو پسر؟ نادر کجاست؟ میخوام ببینمش. باش کار دارم. من اگه جا تو بودم دعا میکردم هیچ وقت آقا نادر پیداش نشه. دختره دوباره دیشب در رفت، هممونو تا صبح زابرا کرد. همه اینا رو نادر خان از چشه تو میبینه، میفهمی؟ برای همین میخوام ببینمش. کجاست؟ کی میاد؟ خفه. گفتم که برمیگردم. برمیگرده کارتون رو یک سره کنه، فهمیدی؟ حالا هم هر دوتاتون خفه خون میگیرین، صداتون در نمیاد. دیشب طالب اندازه کافی از دست اون دخترت کشیده. سر صدا کنیم، منتظر آقا نادر نمیشم. من میمونم، باشو بینم. آخه واسه چی؟ اونا ولکن من نیستن، اگر من بیام دیگه نادر نمیشه آروم کرد. اون هر کاری ازش برمیاد. نمیخوام اوضاع از این بدتر بشه. برو تو دیگه. چیکار کردی؟ چیکار کنم بابا؟ برو دیگه. بابا میکشنت. کشتن من برای اونا نفعی نداره. برو زهرا رو پیدا کن. بعد تو میتونی از اینجا دور بشی. طوری که نادر دستش بهتون نرسه. بعد بهش زنگ بزن جای مواد رو بگو. ده برو بابا. از کجا معلوم که با این کارش شما رو ول میکنم و دست از سرمو برمیدارم؟ من میشناسمشون، اینجوری آروم میشن. برو بابا جان. برو خفه. بابا من بدون شما هیچ جا نمیرم، باید با هم برو. رزا گوش کن، بفهم بابا. برو دیگه. دلی داری دختر؟ کی باورش میشه تو حتی جرأت کنی به اون مواد نگاه کنی؟ چه برسه به اینکه بدزدیشون؟ بعدش هم چی کار میتونستم بکنم؟ نمیشد بذارم بابا گرفتار بشه. حالا همتون گرفتار شدین. تازه اگه اون نادر بفهمه که همه جنساشو ریختی تو آب که وا ویلا.
قاچاقچیان و کسی هم شوخی ندارن ها. من خیال نمی‌کنم تا جنساشون رو پس ندی دست از سرتون بردارم. پسشون بودن؟ محاله. اگر پای بابا وسط نبود الان پیش پلیس بودم. فکر عاقبتش هم باش، به فکر خانوادت. خیلی نگران رضام. باید برم مسافرخونه دنبالش، حتما اونجا میاد دنبالمون. خطرناکه. میخوای من برم؟ شناسنامه من اونجاست، اونو که دیگه به تو پس نمیده. پس اونو چی کار میکنی؟ اون یاری که تو ماشین منتظره؟ با نشونی هایی که دادی خودش از آدم های نادره. قبلا هم دیدمش، چند بار اومده بود دم در خونه سراغ بابا. شما رو هم گرفتار کردم. ولی فکر کنم یه نفر بتونه بهمون کمک کنه. کی؟ برادر عزیز و بدعنقم. چطوری؟ تو چی میخوای بهش بگی؟ اون همینطوریش هم خیلی از من خوشش نمیاد. حالا چطوری میخوای راضیش کنی بهم کمک کنه؟ فکر یه راه دیگه باش. راه داره دیگه. تو موسا رو نمیشناسی. فقط کافیه بهش بگم اون آقایی که از دیشب تا حالا جلو خونمون جم نخورده مزاحم من شده. خود موسا هم یه جورایی از دست شاکیه. برو کنار ببینم. فقط وایستا و تماشا کن. مریم، سلامت شد خانم. چیه؟ یه سوال کوچولو خدمت شما دارم. من مزاحم شما نیستم. مهدر شد خانم. این دختر خانم از هر شب کنسرت من نمیدونم. من چی شد؟ چی کار داری شما؟ من کار یه سوال کوچولو میخواستم برم. چرا مزاحم میشی؟ نه یارو. من این گونه وقتی میگم. سبو بگیر. سبو. سبو برو شنا. 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 درو بکن، کجا درمیدیم؟ درو بکن! اینا من، اگه بازم ببینم ات، به درتو درمیاره. از حق نگذری موسا، بد جوری حال یارو رو گرفتی. فکر نکنم کلاش هم دیگه این ورا بیفته، طرف خونه ما پیداش بشه. خیلی خب بابا، حالا نمیخواد اینقدر زهق کنی. ببینم، تو این یارو رو میشناختی یا نه؟ چیه؟ بازم برازه بددلیت گل کرد؟ چند دفعه بگم، مزاحم همه میشه، منم هم مثل بقیه. یه تو، در ببند. میگم ریگی تو دفششا بگی نه نه نه. از اینجور آدم ها تو محل نداشتیم ما. به تو میگم نه رو بیرون میزنه میره بیرون. بیا اینجا ببینم. چی شد؟ دیگه خیالت راحت باشه. حالا کجا میخوای بری؟ یعنی چی؟ بابا انگار تو متوجه نشدی داداش موسا حسابی حال یارو رو گرفت. دیگه چی شده؟ خطر اصلی نادره.
مگه نگفتم از اون خراب شده جام نخوری؟ ول کردی اومدی اینجا که چی؟ ها؟ آقا نادر بیا بزن تو گوشم، من دستتو میبوسم، تو بزنی بهتر از اون لنده بوده، مونده بودم الان جنازم به زمین بود. چی داری سرهم میکنی؟ از کی داری حرف میزنی؟ همه که پرون دیگه نو کردن، از داداش دختر صابخونه، همون که رفیق زهره خانومه، مرسی که لنده بود یه خیالات برش داشت، مثل کرگردن اومد سمتم، گیر جامده بودم با کرد خیابون یکیم کرده بود. ما رو بگو که با آتیشی کی میخوایم خودمون رو گرم کنیم؟ ترسو ناره جان، تو یکی که منو میشناسی، من اگه اون روی سگم بالا بیاد هیچ کس جلو دارم نیست، دیدم شلوغ پلوغ میشه، پلیس بازار میشه، ولی خونش گردن خودی. خب 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 بس دیگه، خوشمزگی نکن، هر غلطی که میخواد توی سوراخی بکنی زودتر باید با من بیای، میخوام بریم ویلا، میخوام پسر ناصر رو به حرف بیارم، بعد تنه لشت تو برمی داری میری جلو خونه اون دختره، دوست زهره رو میگم، چه جوری و چطوریشم من نمیدونم، باز به پایشون، فهمیدی؟ آره جان نو کردم، بابا منو دوباره نفس تو دهنشی، داداش این دختره از اون گردن کلفتای نفهمه ها، حیف که الان نه حوصله شو دارم نه وقتشو، بلا بدم نمیاد که این یارو رو تماشاش بکنه. خدا نکنه نادر جان، اگه آقایی کنی یکی دیگه از جای من بستسی، هم به نفع توه هم به نفع منو، من 6 ماه میرم در خونه جلده که باز بیرون باشی. آقا من 6 ساعت طول میگیره خودم رو گرفت. باید زودتر بریم، میترسم اتفاقی افتاده باشه. واسه کی؟ بهرام. بهرام؟ اونا بی نگذا، نگذا حرکت کرد، ما منتظر واحد دومی هستیم، منتظر اوامر بعدی هستیم. اونجا دو ساکت. بله چشم، دریافت شد. بیاشو بیرون. بسرونیم چه خبر؟ دو مرکز باروان، ما الان در مورد بارد نظر هستیم، به دو نفر مشغول شدیم، احتمالاً یکشون اعتیاد داره. بله قربان، گزارش مرزی بوده در حال کی رو بدیم زفت بیگاری. اینجا بینم ناصر، همه این بدبختی ها زیر سر ناصر و اون بچه هاشه. خانده نو کردم، بیا تا دیر نشده جلو پلاس رو جمع کنیم بزنیم به چاک الفرار دایدانی بندر عباسی افغانی داری خفه؟ گفتم که بهتون، من بی خبر بودم، از همه جا خوابیده بودم، ریخت نستم. در مورد نادر که چیزی بهشون نگفتی؟ نه. زهرا رو پیدا کردی؟ نه، ولی میخوام برم دنبالش. برو زهرا رو پیدا کن تا میتونید از اینجا دور بشید، دست نادر نباید بهتون برسه. ناصر اینقدرم احمق نیستش که اسمی از ما ببره. بعدم چی؟ یک کمی که بهش فشار بیارن زب و لپ مانو میزده تو گره. اونم کاروشو بلده، بازار خرابتر نمی کنه. حرکت کن. بریم سراغ پسره، اینطوری یه جورایی هم بهتر شد، شاید الان درست کاری رو انجام بده که ما میخواییم. حواست جمع کن، حرفت با حرف من یکی در بیاد. بله آقا نادر خوش نداره، میفهمی چی میگم که برو داخل، سوا شو، بس دیگه بجام. حرکت کرد، ما منتظر واحد دومی هستیم. تشریف بردم، برو ببینم بابا. خواهرم کجا رفتن؟ من چه میدونم؟ یه نردخن نصف شبی مسافر خونه ریخ به هم، خواهراتا پول نداده در رفتن. یعنی چطوری؟ اون یارو چه شکلی بود؟ چی گفت؟
لات بی صرفا چه شکلیه؟ همونطور. از اولش هم میدونستم شماها یه ریگی تو کفشتون هست. نباید راتون میدادم. خریت کردم. دلم سوخت. ضررش هم که دادم. شناسنامه کارتا که واسه ماست. بابا خوب شد گفتی، انگار حواست نیست. پس بدهکاریاتونه که میخواد بده. کدوم بدهکاری؟ تو که کرایتی پیش پیش گرفتی. تو خوابی یا خودت زدی بخواب؟ هم کرایه رو بدهکاری، هم پول خسارتهایی که اون لنده هور به من زده باید جبران کنی. تازه اون گردن کلفته یه دسته 100,000 تومانی منم به زور دزدیده. آقای محترم، این بدهکاری رو چجوری تراشیدی ها؟ اصلا چرا من خودم با تو معطل میکنم؟ اینا اینجا جرو میمونه تا وقتی که پول بیاری. باشه، مثل اینکه شما دلتون میخواد دوباره اون نرگوله رو ملاقات کنی. بگی ببینم بابا، ورده برو دیگه، این طرف ها پیدا نشه ها، دیگه نبینم اتا. این دفعه چشمم به هر کدومتون بیفته ها میدم بهتون دست پلیس. سلام شما رو به اون نرگوله میرسونم. خداحافظ. باره ببینم بیمزه. بالاخره چیکار کنم؟ عرض کردم که بریم دنبال اون ماشین. دنبال اون ماشین؟ باش. اون آقا که تو اون ماشین سواره باباته؟ گفتم که با مامانم همش دعواشون میشه. مامانم میگه خب حتما یه زن دیگه گرفته که اینطوری رفتار میکنه. واسه خاطر همینم امروز من و دوستم داریم تعقیبش میکنیم ببینیم ماجرا چیه. لابد مادرت هم بی تقصیر نیست. ایرادگیره بیچاره بابات. وا چه حرف آقا، مامانم یه پارچه جواهره. بری دنبالش گمش نکنی. آقا نده نکردتم کجا بدم؟ یه جایی برو که به آقا رضامون خوش بگذاری. بشم بشین.